شکاف بزرگ در دولت همشمول. ثبات ربونی و همگرایی عبدالله به کجا می رود؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی برس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. شکاف بزرگ در دولت همشمول، ثبات ربونی و همگرایی عبدالله به کجا می رود؟ حکومت همشمول یا تیم ثبات و همگرایی متشکل از یک شورای رهبری است که 23 عضو دارد و تصمیم گیری بر اساس توافق جمعی این 23 عضو صورت می گیرد. اما در روزهای اخیر این شورای رهبری به دو دسته تقسیم شده است و جنجالهایشان نیز بالا گرفته، چنانچه در آخرین نشستی که شورای حکومت همشمول داشته است، فضل احمد معنوی با لحن تند و پرخاشگرانه و دکتر عبدالله گفته است که تو در جایگاه نیستی و حق نداری که به تنهایی تصمیم بگیری و طرح شورای مصالحه را قبول کنی. ما بودیم که تو را در این جایگاه رساندیم و اکنون هم ما تصمیم میگیریم که چی کنیم یا چی نکنیم. در روزهای اخیر برعکس سکوت عبدالله، عبدالله صلاح الدین ربانی محور دولت همشمول قرار گرفته است و با نمایندگان کشورهای مختلف، نمایندگان جریان‌های سیاسی و مدنی ملاقات می‌کند. به نظر می‌رسد که شکاف درون تیمی ثبات و همگرایی عمیق‌تر شده و امکان انشعاب و فروپاشی این تیم زیاد است. درز یا شکاف درون تیمی در ثبات و همگرایی از زمان جدی شد که کمیسیون انتخابات نتایج نهایی را اعلام کرد، اما دکتر عبدالله تصمیم نداشت که واکنش جدی از خود نشان بدهد. اما صلاح الدین موضوع قاطعی داشت، چنانچه در نشستی که قرار بود تصمیم بگیریم پیروزی تیم را اعلام نماییم، بحث بین صلاح الدین ربانی و دکتر عبدالله در حد بالا گرفت که ربانی با یک لحن بسیار تند و خارج از چوکات به دکتر عبدالله گفت: اگر عرضه نداری برو جلو، از مردم معذرت بخواه و بگو که جرأت و توانایی دفاع از رایشان را نداری تا ما کار خود را بفهمیم. این سخنان یکی از منابع خبرنامه است که نزدیک به تیم ثبات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله بوده و بنا به ملاحظات سیاسی که داشت نخواست نامش را ذکر نماییم. در همین حال در گفتگو با دو منبع از این تیم، این نوشتار با ساختار یک گفتگوی نامنظم نوشته شده است. همینطور گاه کلمه همشمول به عنوان خلاصه حکومت همشمول و معادل تیم ثبات و همگرایی به کار رفته است. تغییر نظام سیاسی. به نقل از یکی از منابع خبرنامه، مبنای شکلگیری این تیم تغییر نظام سیاسی از ریاستی به صدر اعظمی بوده که اکنون صلاح الدین ربانی بر همین مبنا تاکید دارد. این مبنا در ادامه سخنانش میگوید که مسئله اصلی ساختار توزیع قدرت است، بنابراین خواسته اصلی ثبات و همگرایی تقسیم قدرت بر اساس یک ساختار رسمی است، یعنی ایجاد نهاد صدر اعظم اجرایی یا ریاست اجرایی و تفویض قدرت رسمی برای این نهاد، در غیر آن تقسیم قدرت بر اساس مکتوب و تعهد شفاهی فریب بیش نیست و مشکلی را حل نمی کند، چرا که بحران سیاسی کنونی ریشه عمیق در قانون اساسی افغانستان دارد. چنانچه بر مبنای قانون اساسی و این نظام سیاسی ریاستی که جایگاه رئیس جمهور را به عنوان رئیس دولت تعریف کرده و به لحاظ ساختار قانونی بعد از رئیس جمهور نفر دومی نیست که قدرت رسمی داشته باشد، در این صورت تقلب و تقلا برای رسیدن به قدرت بیشریک یک امر بدیهی است و بدون شک این وضعیت در هر انتخابات ریاست جمهوری با بحران و بنبست همراه خواهد بود. کابینه حکومت همشمول. با آنکه جنجال‌ها و شکاف‌های درون تیمی ثبات و همگرایی جریان داشته و دارد، اما به گفته منابع خبرنامه کابینه حکومت همشمول نهایی شده. به خاطر که غوغا نشود از نامزد وزیران نام نمی‌برم، ولی به طور کلی بر اساس قومیت وزارت داخله برای هزاره‌ها، وزارت دفاع برای ازبک ها، وزارت خارجه و امنیت ملی برای تاجک ها، وزارت مالیه و شورای امنیت برای پشتون ها در نظر گرفته شده است و تفاهم روی آن نهایی شده است و همچنان ایجاد دو واحد اداری جدید
بهسود و جاهوری به عنوان ولایت نیز نهایی شده است. شورای مصالحه سلام رحیمی وزیر دولت در امور صلح در گفتگویی که با طولونی اوز داشت گفت که شورای مصالحه به زودی ایجاد خواهد شد و قرار است دکتر عبدالله عبدالله مسئولیت آن را به عهده بگیرد و به کار خود شروع نماید. به نظر می رسد که طرح شورای مصالحه به رهبری عبدالله یک نوع جنگ روانی از سوی ارگ باشد، اما در هر صورت کارساز بوده است. چنانچه یکی از منابع خبرنامه از ثبات و همگرایی می گوید که اصل جنجال در شورای تصمیم گیری ثبات و همگرایی روی طرح شورای مصالحه است. این طرح یک چیز پرت و خارج از نظام است که از سوی ارگ پیشنهاد شد، ولی ما آن را شرم نامه خواندیم. طرحی که ما برای ارگ فرستادیم در آن تاکید روی صدر اعظم اجرایی در سه بخش شده بود: امنیت، صلح و امور حکومتی، که از طرف ارگ رد شد. اما عبدالله همواره با تصمیمات فردی باعث شکاف و جنجال در درون تیم ما می شود. چنانچه ما تصمیم داشتیم که یک هیئت مذاکره کننده مستقل معرفی کنیم، چرا که طالبان اکنون با ما طرف است، نه با چند جوان بی‌ریشه پشتون. اما عبدالله بدون مشوره با تیم ثبات و همگرایی با نشر اعلامیه که هیئت مذاکره کننده غنی را تایید کرد در درون تیم جنجال خلق کرد. دو محور همشمول برد رهبری تیم ثبات و همگرایی اکنون بر محور دو فرد عملاً و دو دسته تقسیم شده است. یکی دسته همگرایی که آن را دکتر عبدالله در همسویی محمد محقق، حاجی دین محمد، انوار الحق احدی و اندک هم محمد کریم خلیلی رهبری می کند. این دسته بیشتر به همگرایی با آقای غنی تمایل دارد و به شورای مصالحه با 50% حکومت بسنده کردند. و دیگر دسته ثبات که آن را صلاح الدین ربانی در همسویی با احمد ضیا مسعود، فضل احمد معنوی، ذوالفقار امید، علی احمد عثمانی و فرخنده زهرا نادری به نمایندگی از خانواده نادری رهبری می کند. بیشتر تاکید بر ثبات دارند. خواسته های اصلی دسته ثبات لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری، توافق سیاسی و ایجاد نهاد صدر اعظم اجرایی با 50% حکومت است. اما در این میان جنرال عبدالرشید دوستم که یکی از مهره های درشت ثبات و همگرایی است، تا کنون رای خود را ممتنع نگه داشته است. سوال اینجاست: اگر با ارگ توافق صورت نگیرد، دسته های همگرایی حکومت همشمول ممکن است در روزهای اخیر با حکومت آقای غنی روی طرح شورای مصالحه و 50% حکومت به توافق برسد. اما دسته ثبات به رهبری صلاح الدین ربانی با این شرایط کنار آمدنی نیست. بنابراین برنامه بعدی ثبات چه خواهد بود؟ با گفته یکی از منابع خبرنامه، مسئله مسلح شدن مردم هم مطرح است، اما جدی و به طور رسمی در شورای رهبری بحث نشده است. ولی کسانی که مخالف توافق اینچنینی هستند به طور داوطلبانه اقدامات را به دوش گرفتند. مثلا در مورد معرفی والی ها در جمع مخالفان طرح توافق با غنی، صلاح الدین ربانی خیلی واضح گفت که در ساحه تاجک نشین فرمان صادر کنید، من عملی میکنم. در ساحه هزاره نشین ذوالفقار امید از جمله مخالفان طرح توافق با حکومت غنی گفته است که حاضر است فرمان صادر شده حکومت همشمول را عملی کند. در هر صورت اگر عبدالله با غنی توافق کند، صلاح الدین و اعضای همسو با او نمیپذیرد و به سوی برنامه مشخص خودشان پیش خواهند رفت. با تشکر که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان.